رفح دوشنبه، بستگان کشته شدگان در حمله هوایی اسرائیل در سوگ عزیزان. 11 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. رفح، ساکنان شهر پس از حمله هوایی دوشنبه در حال پاکسازی. 3 عضو یک خانواده کشته شدند. بقیه زنده از زیر آوار بیرون آورده می شوند. رام الله، کرانه باختری رود اردن، خاک سپاری نوجوان فلسطینی که در حمله سربازان اسرائیلی کشته شد. بلژیک، فرودگاه نظامی، هواپیماها برای حمله انتقال کمک‌های غذایی از راه هوا به نوار غزه آماده می‌شوند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنان روز دوشنبه در شورای حقوق بشر در ژنو وضعیت غزه را به بشکه بارود تشبیه کرد. جنگ در غزه هم به کشورهای همسایه سرایت کرده. من عمیقا نگرانم که این بشکه بارود هر لحظه منفجر شود و از سراسر منطقه را فرا گیرد. تأثیر آن بر همه کشورهای منطقه ناگوار خواهد بود. لازم است هر کاری در توان داریم انجام بدهیم تا جلوی گسترش بیشتر جنگ را بگیریم. کمیسر عالی حقوق بشر تنش‌ها در مرز اسرائیل با لبنان را بسیار نگران کننده خواند. درگیری نظامی در مرز لبنان بین حزب الله و گروه‌های دیگر با اسرائیل نگران کننده است. با 200 کشته و 90,000 آواره در لبنان و آسیب جدی به زیرساخت‌های بهداشت و مدارس کشور و جان باختن کادر پزشکی، شهروندان و روزنامه‌نگاران. در اسرائیل هم 80,000 نفر آواره داخلی شدند. باید واقعاً کاری کرد. فولکر تورک می‌گوید در جنگ جاری همه طرف‌ها مرتکب جنایت جنگی شدند. و روز دوشنبه آموز هوچستاین، فرستاده ویژه ایالات متحده در سفر به بیروت، پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت، با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد.